بچه تو این ویدیو گیم پلی رسمی هندکم وارز موبایل رو داریم، دقیقا همین آموزش نصبش رو داریم. خودم نصب کردم اینا رو آخه بچه‌ها نشون بدم، خودم وارز موبایل بچه‌ها نصب کردم اینا شو بزنم میتونم نشون بدم اینا شو وارز کال اف دیوتی وارز موبایل رسمی تو گوگل پلی خودم نصب شده. خب خودم نصبش کردم، گیم پلی هندکمش رو براتون بچه‌ها گذاشتم. این گیم پلی هندکمشه، یعنی که خودت حساب کن رو گوشی 8 تومانی بدون هیچ لگی خیلی روون داره اجرا میشه. اینم نگاه کنین قشنگ همه چی اوکیه. هندکمشو بچا قشنگ گذاشتم که قشنگ ببینین چند چندیم. قشنگ خود من چیزی که دارم میبینم بچا لگ مگ اصلا نداره، ولی شاید از لحاظ گرافیکی اونی صدام شو اینجوری دوره شو پشمکم بخورم. شاید از لحاظ گرافیکی بگین اون مثلا یکم گرافیک ضعیفه، ولی به نظر من چون که الان یکی هندکمه که فش پایینه یکم گرافیک ضعیف نشون میده. یکی اینکه این اولین چیز نسخه بازیه بچه‌ها، یعنی با کالافی که اول اومد مقایسه کنین این الان بهشته. تو میگین اول مقایسه میکنین این کالافه رو، بعد مثلا همین توضیحاتشو بهتون میگم چیکار کنین، بعد اکانتاتون چی میشه، این خیلی مهمه، اکانتاتون رو بهتون میگم. یه جورایی میشه انتقال اکانت داد، اونم آموزش انتقال اکانت هم بهتون میدم. بعد دیگه بهتون میگم چیزا میشه کرد، اسمش سی پی بخرین اون ور یا نخرین اون ور، بازی کنین نکنین، بیایم اینجا چجوری، همه چیزو میخوام براتون دونه به دونه توضیح بدم. اوم سی پی اون ور بخریم، پولمون رو دیگه اون ور حروم نکنیم، بیایم این ور چی میشه وضعیت. سلام سلام بچا، داشتم امید اومده با قدرت چشاش تازه باز شده، دیدم وارز موبایل اومده، گفتن یه ویدیو بزنیم برای بچه ها اس کنن دیگه. از اول این ریاکت هم به گیم پلی بچه ها، به نظرم گیم پلی خب وارزونه دیگه، یعنی دیگه مثلا اونایی که وارزون رو دیدن خب گیم پلی وارزونه. این هم الان روی بدترین گوشی گرافیکی که تاری میبینی، روی گوشی 8 میلیون تومانی، این اگه مثلا بیا روی آیپد 50 میلیون تومانی نصب بشه گرافیک اون موقع میخواد چی بشه. این خیلی تفاوت اولندش. گرافیکی هم که من همین الان دارم روی این میبینم خب برای مثلا وارزون به نظرم عالیه، برای اولین نسخه وارزون این گرافیک به نظرم عالیه. ولی میخوایم یه چیزی میخوایم زدنش اینجا، یه چیزی بهتون بگم. این نسخه مثلا فکر کنین اگه مثلا چند تا نسخه بعد از این بیا، مثلا یه 5 ماه 6 ماه از بازی بگذره، گرافیک الان مثلا گرافیک بازی خودمونه، خب این الان 2 سال این بازی اومده، اولین باری که اولین مثلا موومنت ها کلا تغییر کرده، گرافیک ها کلا تغییر کرده، همش اینجوری باشه تغییر کرده. خب مقایسهش که میکنی با کی خدایا، با مثلا اون روز اولی که اومد بچا اصلا زمین با آسمونه. سر همین باید یه کم وارزون وقت بدین که گرافیکشو بهتر کنه. شاید هم بهترم کرده، حالا ببین باید ببینیم چیکار کرده وضعیت. خب چون که میگم نسخه رسمیش اومده. این از این. اکانتاتون رو چجوری انتقال بدین بچه ها؟ میدونم خیلی هاتون اشتباه ها میکنین، من خودم نکردم، من خودم دیگه چون دیدم خیلی هاتون میگن اکانتاتون رو بریم بچه ها چیز بزنین، چی بهش میگن سینک بزنین، اکانتاتون سعی کنین مال خودتون باشه. خب این هم از این، یعنی اینکه چی بهتون بگم، اکانت دریوری اکانت درست حسابی داشته باشین دیگه، یه اکانت درست حسابی داشته باشین که از همه جوره سینکش کرده باشین. مثلا اگه مثلا گوگل پلی این از گوگل پلی سینک شده باشه، اگه اپل این از اپل سینک شده باشه، از فیسبوک و اینا همه جوره سینکش کنین، همه سینک کارهای سینکشو کلا انجام بدین خب، که خیالتون راحت بشه که از این ور بتونین راحت سینکش کنین. ولی امکان خیلی زیاد از این ور بخواین سینک کنین خب بچه ها، با همون اکانتی که اونور بازی کردین، اکانت اکتیویژن بچه ها، اگه شما یه اکانت اینو خواستم بگم، اکانت اکتیویژنتون هم داشته باشین جزو پلشتون، میدونم بعضی هم ندارن، بعضی هم با همون گوگل پلی میرن تو، بعضی اصلا گست بازی میکنن. اکانت بچه ها چی اسمش خدایا، اکانت اکتیویژنتون رو اونو با هر جا بخواه هر بازی که بریم میتونین با اون برین تو، یعنی شما با اونو داشته باشین دیگه کافیه. خب شما با همون اکانت اکتیویژنتون که باش لاگین میکنین توی بازی میتونین سینک کنین اینجا. چه بلایی سر اسکینا میاد؟ اول سر اسکینا میگم بچه‌ها، یه سری که چه عرض کنم، یه حدود 7-8 تا اسکینه. خب اینجوری یه چی بهتون میگم، همه اسکیناتون اونور نمیاد، این از این، همه اسکینایی که همشون که اینجا اونور نمیاد، این از این. ولی خیلی از اسکینا حدود 7-8 تا رو اکتیویژن شروع کرده از کال آف موبایل ساخته برای اونور. یعنی شما مثلا یه اسکین آرتری داشتیم، ما آرتری فکر کنم فنک بود، اون آرتریه دیگه بهتون میگم با 4-5 اسکین دیگه همشون بچه از این ور، خب از این ور برده اون ور، یعنی الان توی وارزون اون اسکین ها فکر کنم هستن، یا یعنی اینکه خبرشون، ولی فکر کنم هستن، یعنی اسکین آرتری و 4-5 اسکین دیگه بچه ها
با همدیگه رفتن کجا؟ رفتن توی وارزون. سر همین امکان 99% تقریبا شما این اکانت رو داشته باشین، اون اسکینا رو میبرین، اکتیویژن کم کم از این اسکینا دوباره به اونور اضافه میکنه. این چیزی که من فهمیدم، این چیزی که همه دارن میگن، اسکینا این ورد کم کم داره اکتیویژن میشن، اسکینا اینور خیلی خفنن، اون وارزونیا خوششون اومده از این اسکینا، از این اسکینا دارن دونه دونه میبرن اونور. فعلا هم 4 5 تا اونور دارین، یعنی شما اکانت لاگین کنی اسکینا بیاد اونور شما دارینشون، یعنی شما مثلا اسکین آرتریو داری خیلی اسکینا. اسکین گاناتون بچا، اسکین گانا بچا بعید میدونم بیاد، امکانش ولی هست. حالا چند تا قضیه هست اینجا، شاید بگین اداش خوب، یعنی میگی سی پی امون به بین رفت، یعنی ما دیگه اینجا گردن مردون نزنیم. یه چیزی بچا بهتون بگم، اینو همین الان تو ذهنتون داشته باشین، اینو من چی 100 درصد بهتون میگم، خیالتون راحت از این قضیه. این بازیه خب میمونه، یعنی شما این بازی از دست نمیدین، این بازی تو گوگل پلی میمونه، وارزون هم تو گوگل پلی میمونه، میشن تا بازی جدا. یعنی الان این جوریه دیگه، الان شما این بازی رو نصب میکنید جدا، اون بازی یه بازی جداست، جفت شما اکتیویژن. از نظر من کار درستی نیست، نمیدونم، به نظر من باید اکتیویژن دو تا یه بازی میکرد، ولی از اونجایی که اکتیویژن نکنین وارزون رو خیلی خاصش کرده. اصلا وارزون نگاه انقدر خاص شده، کلا یه دونه نقشه است وارزون، یه بازیه، یه بازی از اکتیویژن، یه دونه کلا نقشه است. خب اینجا داشتش، یه دونه کلا نقشه است، حتی مولتی هم نداره، با یه دونه مود، همون مود بتل رویال. یعنی مثل اینه که ما فقط توی بازی خودمون فقط و فقط هر کی میاد مثلا کالا فاز کنه فقط و فقط فقط آیسولیت داشته باشه. اونجا هم دقیقاً اینجوریه، یعنی فقط یه نقشه برای بتل داره و دیگه هیچی نداره، تمام شد دیگه. مولتی پلیر و اینا اصلا هیچی نداره، فقط میری اونجا بتل میزنی میای بیرون. من با این قضیه اوکی ام که مولتی نداشته باشه، چون پلیرای تو بتل زیاد میشه، همه مثلا دیگه میان بتل می پلیرا دو برابر میشن. خب دیگه مثلا مودای الکی نداشته باشیم، پلیرا پخش میشن توش، پلیراش خیلی زیاد میشه، 120 تا پلیر توی هر بازیه. خب گفتم باتش خیلی کمتره، این چیزی که من شنیدم 120 تا پلیر بچا خیلی. ولی اگه اکتیویژن به نظر اگه میخواست پلیراشو کم کنه، خب 120 تا نمیذاشت، میگه همون 100 تا پلیر، ولی کرده 120 تا. خب که پلیرا رو بگی مثلا پلیرامون خیلی زیادتر از چیز آیسولیتد. این از این چه بلای سر بازی خودمون میاد، همینجوری میمونه. یه چیز دیگه بهتون میگم بچا، بازی خودمون بعید میدونم کنار بخواد بره، یعنی با واردون، چون که اولا مثلا میدونم خیلی اولا با مولتی دوست دارن مثلا به خاطر اینکه اونور مولتی نداره شاید نه، ولی یه چیزو در نظر بگیرید همینجا که دارم بهتون میگم، وارزون اونور لگش اندازه مولتی اینوره، یعنی شما چه مولتی بازی کنی چه وارزون اونور لگت یه اندازه است، یعنی انگار که چه فرقی نمیکنه براتون. از اونجایی هم که بیشتر پلیرایی که مولتی بازی میکنن دلیل مولتی بازی کردنشون اینه که گوشیشون نمیکشید، به نظر من همه میرن وارزون بازی میکنن، اونایی که مولتی پلیرای اینجا میرن اونور وارزون بازی میکنن. چرا مثلا طرف وقتی گوشیش مولتی اینجا رو میکشه وارزون هم اونور همونجوری میکشه، خب چرا نه، چون لگ وارزون بچا خیلی کم تر دیدین دیگه، سر گوشی پوکو اکستری 8 میلیونی اونجوری میشد تو بازی رو بازی کنی. اینم از این، یعنی مولتی پلیرا میاد اونور ولی گیم میمونه. به نظر من بچا این گیم اینور چند تا قضیه داره، یکی اینکه اکانت ها خیلی اسکین زیاد داره، امکان داره، من میگم امکانش خیلی زیاده، همه دوتا رو نصب میکنن، همه دوتا رو نگه میدارن، یعنی حتی خود من هم امکان خیلی زیاد هست که هم اینور بازی کنم هم اونور، اینجوری نیست که فقط برم وارزون مثلا دوتا گیم پلی اینور بذارم یه گیم پلی وارزون براتون بذارم. دلیلم دارم بچا، چون که اولا اسکین اینور خیلی خفنن، خیلی گان لژن اینجا دارن بچا، بعد کیل افکت های اینجا با دیگه بگم خیلی چیزای دیگهش خیلی خفن تر از وارزون. همین الان با وارزون کامپیوتر مقایسه کنی، گانای لژندری ما از وارزون کامپیوتر که مال پی سی خوشگل تره، خفن تره. یه تو حساب کن میخواد با موبایلش چوری بشه. مثلا همین من میگم خیلی از پلیرها دوباره همینجا ترجیح میدن. چرا؟ چون اونجا مثلا نینجا نداره، کارهای فضایی نداره، مثلا اونجا گلاید نداره، مثلا رو هوا گلاید بزنی بیای پایین، اونجا مثلا چتر نجات داره. من خودم با چتر نجات موافقترم، ولی گلاید زیباتره، گلاید خفن‌تر، اصلا حس می‌کنی مثلا شدی مثلا چی میشه بتمن، حس می‌کنی مردن کبودی تو بازی، حس می‌کنی بتمنی. اونجا نینجا نداره. من با کلاس با 99 درصد کلاس اینور مخالفم، ولی اینجا یه کلاس خوبی هم داشت، مثلا تو با نینجا میتونستی نینجا شات بزنی، شات‌های فضایی بزنی، اونجا اینا نداره. اونجا بچا ساخته شده است برای پلیرای حرفه‌ای، دقیقاً براتون توضیح بدم، یعنی پلیرای مثلا کسایی که دوست دارن بازی حرفه‌ای بازی کنن، کسایی که دوست داشت، کسایی که بچا اینجا آلکاتراز رو دوست داشتن 100% اونور رو بیشتر از اینجا دوست دارن،
یعنی مثلا اونجا میری سری اول بازی گان تو اتچمنت تو میخری، تو همون دو سه دقیقه اول سه چهار تا کیل میگیری گان تو میخری میری. اینجا باید وایس یه ادراپ بیفته تو آب تا بهت بده. میگم اکتیویژن سیاست کاری خودشه که اینو به اینجا اضافه نمیکنه. اکتیویژن بخواد همین الان میتونه شما خریدن گان اینجا براتون اضافه کنه، ولی نمیکنه که شما بری وارزون رو بازی کنید، چون که وارزون خودش ساخته، شرکت خودش ساخته، این بازی داده یه شرکت دیگه براش داره میسازه، خب براش هزینه بیشتری داره، سر همین خودش بیشتر با وارزون راضیه. اینم از این. سی پی بخریم یا نخریم؟ سر این که بچه ها سر این که نکنید، اولا همه گان با همه اسکیناتون اونور نمیره، خیالتون راحت. اینم نگاه اینجا شاتو فقط ناخون تو هواش بزید خورده میره، همه گاناتون با اسکیناتون تو اونور نمیره، اصلا شات گاناتون اصلا نره. این از این. سر همین همهشون نمیره، نمیتونم بگم سی پی نخر، نمیتونم بگم سی پی بخر. اولا یه قضیه هست، اولا همه عاشق وارزون میشن، من بعید میدونم، چون که اولا ترد پرسن وارزون، یعنی اینکه من خیلی یارو میشناسم که اصلا میگن ما اگه بازی ترد فرست پرسن یا همون از دید مثل مولتی پلیر که از مثلا بدن رو نمیبینی فقط دست رو میبینی، اونجوری باشه ما اصلا بازی نمیکنیم، ما همینجا میمونیم. مثلا من میگم خیلی شاید 20-30% پلیرها هستن که میگن ما اصلا کالاف به خاطر اینکه اینجوری میتونی شخصیتو ببینی، مثل جی تی ای اینجوری میتونی شخصیتو کامل ببینی، خب ترد پرسنه، میگن ترد پرسن اینجوری میتونی بازیو ببینی، ما داریم بازی میکنیم، یعنی که اگه مثلا بخواد فرست پرسن باشه ما بازی نمیکنیم. یعنی خیلی ها به اون دلیل نمیان اولش وارزون. دلیل دومش که خیلی ها دوباره نمیان اسکیناشون اکانتاشونه، این دلیل دومش. دلیل سومش اینه که اینجا نینجا و اینجا فاشاتای فضای مزایی داره، اینجا مثلا اینجا بچه‌ها خیلی زرق و برق‌دارتره اینجا تو میگن این بازی، یعنی اصلا مثلا از لحاظ مثلا زرق و برق‌دارتر بودن اینجا خیلی مثلا جذاب‌تره، ولی اونجا مثلا فاز کلا آلکاتراز دیگه، دین نقشه آلکاتراز یکم تاریک و همش اینجوریه، اونجا کلا اینجوریه. مثلا همین به نظر من پلیرها دو دسته میشن، امکانش خیلی زیاده، نصف پلیرها میمونن اینجا. به نظرم این قضیه برای مثلا یوتیوبرها چیز خوبی نیست، اون یوتیوبر باید بیاد مثلا یه وارزون درست کنه، مثلا دن من یکی مثلا سرویس میشه، خب نصف پلیرها میمونن اینجا، نصفشون هم میرن اونور. حالا هر چه قدم اینو میان زجه بزنن بگن مثلا وارزون بهتره، یه سری اصلا خیالتون راحت، الان یه سری هم پلیرها هم چه میدونم کانتنت کریترها همه میشن دو دسته، یه سری هم میگن وارزون بهتره بریم وارزون اینجا آشغاله، یه سری هم میگن وارزون آشغاله بمونیم اینجا، وارزون چرا بریم وارزون، قشنگ همه میشن دو دسته. من با هر دو دستم، چون آقا به سلیقه احترام میذارم، هر کسی سلیقه خودش رو داره، آقا یکی دوست داره وارزون بازی کنه، یکی دوست داره این بار بازی کنه. سر همین ببین اگه سی پی بخرین خب میمونی اینجا برای خود بازیتو میکنی، اگه هم بخواد دو طرف دیگه مثل قبل تو همین بازی داری همون بازی، اینجا حوصله صرف میری اونور، اونجا حوصله صرف میری اونور. نسبشو بچا بهتون بگم، بزنین استوینو بزن لعنت استو بخوشه، این استو نمیخوای تو چته خدا وکیلی. اینا نصب شده است رو گوشی خودم بچا، لینکی که بهتون میدم و خب میگم لینکی که بهتون میدم و میری کلیک میکنی رو لینک بچا، اینجا باز میشه. انگار حواستون باشه اون پری ریلیس کیچا رفت، بزنین بزن قبل تری ثانیه آقای بچه ها، این بالاش نمیشه پری ریجستر صفحه نام اولیه، این پری ریجستر رو بچه ها میزنین، خب نکنین میزنین روش. اینجا دو گزینه میاد، اولی رو بزن اینستال ون اویلیبل، خب که خب مثلا یه شب خوابیدی صبح پا میشی میبینی آوارزون خودش رو گوشی خودکار نصب شده، اولی رو بزن که خودکار نصب بشه، اون گاتی تو نزن یا اینستال ون اویلیبل رو بزن که سبز رو بزن، نکن سبز رو بزن. بعد این نظری یه چیز دیگه هم داره بچه ها، حواستون این قضیه هم باشه، نکنین الان من اینجا نصبش کردم، خب نکنین این تیک اتوماتیک اینستال که الان یه بار زدم دوباره برگردوندم بهش، اونو حتما فعالش کنین، اونو حتما فعالش کنین که بچه‌ها وارزون برای خودتون میاد اتوماتیک نصب بشه. بچه‌ها مرسی که ویدیو دیدین، همه چی رسمیه الان میتونین میگم دیگه خودتون میبینین تو گوگل پلی. عاشقتونم، مراقب خودتون باشین، تا ویدیوهای بعدی دارتون خیلی دوستتون دارم، بابای.